هشتمین روز بهمن ماه برابر با 28 ژانویه، روز جهانی کمک به جذامیان. سازمان بهداشت جهانی این روز را به عنوان روز جهانی مبارزه با جذام نامگذاری کرده، زیرا که هرچند جذام خوره وحشتناک سابق نیست، ولی آنقدر مهم است که به این بهانه در تمام دنیا آموزش هایی از طریق رسانه های گروهی به مردم داده شود تا آنها با آگاهی علمی از این بیماری، چنانچه علائمی از آن را در خود مشاهده کردند، به پزشک مراجعه کنند و با تشخیص و درمان زودرس مانع از ابتلای افراد سالم جامعه به این بیماری شوند. سال 192 خورشیدی برابر با 814 میلادی، در گذشت شارلمانی یا شارل کبیر، اولین پادشاه اروپایی که تاج امپراتوری را از پاپ لئون سوم دریافت کرد و به این ترتیب مقامی روحانی یافت. سال 477 خورشیدی برابر با 1099 میلادی، نیروهای صلیبیون دژ حسن الاکراد را در سوریه محاصره کردند. سال 991 خورشیدی برابر با 1613 میلادی، گالیلئو گالیلی نپتون را کشف کرد. سال 925 خورشیدی برابر با 1547 میلادی، در گذشت هنری هشتم، پادشاه جنجالی انگلستان، که 6 بار ازدواج کرد و 2 تن از همسرانش را به جای طلاق با گردن زدن اعدام کرد. سال 955 خورشیدی برابر با 1577 میلادی، زادروز پیتر پل روبنس آلمانی، نقاش مشهور سبک باروک فلمانی. سال 1079 خورشیدی برابر با 1701 میلادی، زادروز کاندامین، ریاضیدان و جهانگرد فرانسوی. سال 1103 خورشیدی برابر با 1725 میلادی، در گذشت پتر کبیر، پادشاه معروف روسیه. سال 1231 خورشیدی برابر با 1853 میلادی، زادروز خوز مارتی، اندیشمند، فرضیه پرداز، روزنامه نگار، مؤلف، شاعر، نقاش، رهبری استقلال طلبان کوبا و قهرمان ملی مردم این کشور. سال 1232 خورشیدی برابر با 1854 میلادی، سعید بن احمد، فرزند سلطان و ولیعهد وقت منطقه عمان، با سوء استفاده از خروج امیر کبیر از صحنه قدرت در ایران، مدعی جزیره قشم و نواحی اطراف آن شد. سال 1244 خورشیدی برابر با 1866 میلادی، زادروز رومن رولان، نویسنده معروف فرانسوی. سال 1249 خورشیدی برابر با 1871 میلادی، شهر پاریس به دست ارتش آلمان افتاد و به این ترتیب 3 جنگ اصطلاحاً محدود بیسمارک به پایان رسید و آلمان به صورت کشوری واحد درآمد و پادشاه پروس قیصر همه آلمان عنوان گرفت. سال 1324 خورشیدی برابر با 1946 میلادی، شورای امنیت سازمان ملل رسیدگی به شکایت ایران از شوروی مبنی بر خروج فوری نیروهای شوروی از خاک ایران را آغاز کرد.